زاهدی در واقع ما هاست که برای بازگشایی سفارت انگلستان در تهران دارن تلاش میکنن. جا داره که صمیمانه از زحماتشون تشکر و قدردانی بشه. ممنون از شما. از خدمتگزاران با وفای اعلی حضرت هستم. البته سعی کن خیلی به دیدن شاه نری و احساس نزدیکی نکنی. آی زاهدی، موضع نفت به کجا کشید؟ داریم با کنسرسیوم شرکت‌های نفتی شما به توافق می‌رسیم و به زودی قرارداد امضا می‌کنیم. آقایون بفرمایید. طبق پیمان کنسرسیوم 40% از سهام نفت ایران تعلق پیدا می‌کنه به کمپانی آمریکا. 40% دیگه به شرکت نفتی ایران و انگلیس، 14% به کمپانی نفتی هلند و 6% باقی مونده می‌رسه به کمپانی نفتی فرانسه. به موجب قرارداد کنسرسیوم این کمپانی‌ها اجازه دارن در هر نقطه ای از ایران عملیات استخراج و اکتشاف نفت رو با هزینه دولت ایران انجام بدن و همچنین اختیارات وسیعی رو در خصوص بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی سیم و هواپیمایی ایران رو به دست میارن. طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز شعاع عملیات کنسرسیوم شامل این مناطق میشه: قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت‌های جنوبی استان کرمان، اصفهان، کرمانشاه، تمام استان‌های فارس، خوزستان، لرستان و جزایر خارک، قشم، کیش، هرمز، شعیب و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور. اعلیحضرت با این طرح موافقن. به مجلس هم دستور دادن برای تصویبش اتلاف وقت نکنه. ما با این قرارداد افتخار آفرین میتونیم تمام مطالباتمون رو از حضرات انگلیسی و آمریکایی وصول کنیم. یک معاهده منصفانه و شرافتمندانه. این قرارداد منحوس کنسرسیوم یک دهنکجی ابلهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل کرد. فاتحه. سلام آقای قنات آبادی. علیکی سلام. خب چه خبر آقای مکی؟ امروز آقا مصطفی کاشانی نطق میکنه. میترسم این نطق به قیمت جونش تموم بشه. خیلی خطرناکه. اگه بتونه حرفای پدرش و مجموعه مخالفین درباره کنسرسیوم بزنه ممکن نتیجه خوبی داشته باشه آقای مکی. به هر حال آقا مصطفی هم پسر آیت الله کاشانیه، هم شاه از قدیم میشناسدش. به این کلام الله مجید سوگند، مطالبی که عرض میکنم صرفا برای دفاع از حیثیت و شرافت ملت ستم دیده ایست که نگران آینده خیش است. انگیزه بیان این عرایض آثار ملالت آور گذشته که ناشی از اعمال خلاف مروت شرکت نفت موسوم به شرکت سهامی انگلیس و ایران است می باشد و توجه به همین تجربه تلخ موجب شده
اکنون که مملکت ما در آستانه وقوع یک حادثه مهم و حیاتی است برای دفاع از حقوق خانواده‌های گرسنه و افسرده که در نتیجه 30 سال تسلط کمپانی انگلیس بر منابع بیکران نفت ایران و در عین غنی بودن در نهایت ذلت و درماندگی مادی گذران می‌کند، از همه جوانمردان و آزادگان مدد بطلبم و از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم که در این لحظات بحرانی این ملت پریشان روزگار ستم کشیده را در کنف لطف خود حفظ فرماید. برای مدت 40 سال یک قرارداد پیش در پیش و چند طرفه ای را می خواهند حاکم بر منابع نفتی ایران بنمایند. پس باید حق داد که برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران در ظرف 40 سال آنچه لازمه ی مجاهدت و فداکاری است به عمل آید. دولت انگلیس مصلحت کمپانی نفت را در این میدانست که تا ممکن است قوه قانونگذاری مملکت اقتدار ملی نداشته باشد، زیرا می ترسید قوه مقننه ایران قانون و مقرراتی وضع کند که مضر به حال کمپانی نفت باشد و در نتیجه منافع دولت امپراتوری انگلیس لطمه‌ای بخورد و سعی می‌کردند کسانی را که احتمال می‌دادند به نحوی از راه‌های مانع تجاوزات کمپانی بشوند حتی المقدور از کرسی‌های مؤثر بر کنار و خانه نشین و عند اللزوم تبعید و زندانی و قریب مرگ می‌نمودند. ملت تلاش می‌کرد تا موجبات بهبود زندگی و رفع فقر را فراهم سازد، ولی متأسفانه عایدات در دست دولت انگلیس متمرکز بود و ما اسیر اقتصادی انگلستان بودیم. یعنی هر کالای بنجل و قراضه‌ای داشتند از محل عواید نفت که در بانک لندن متمرکز بود به ما می‌فروشند و با همان عایدات ناچیز که ما داشتیم با ما تجارت می‌کردند و ایران بازار کالای بنجل انگلیس و کشورهای تحت الحمایه و مستعمره‌شان بود و به نوعی با بلوکه کردن پول‌هایمان در بانک‌های خارجی ما را تحریم اقتصادی می‌کردند. کمپانی نفت انگلستان با این قرارداد منحوس جدید تحت عنوان کنسرسیوم نمیخواهد و نمیگذارد سر تا سر خاک خوزستان در کنار رودخانه کارون روی آبادی ببیند و کشاورزی در خوزستان آنطور که شایسته آن خطه زرخیز است رونق پیدا کند تا مردم از بیکاری و ناچاری با مزد کم به عملگی شرکت نفت تن در بدهد. اگر آن عاملی که موجب ویرانی خوزستان است از بین نبریم، به ملت ایران عموماً به خوزستانی ها خصوصاً خیانت کرده ایم. خانوم ها، آقایون، معرفی میکنم آقای مهدی بوشهری، همسر من. متشکرم. میخوام موضوع مهمتری رو باهاتون در میون بذارم که خیلی وقته بهش فکر کردم. الان بهتره همتون آرزو کنید که ملکه ایران بچه دار بشه، وگر نباید فکر دیگه ای بکنید. اینو اینجا گفتی، جای دیگه نگی ها. من از محمد رضا نمیترسم. اعلی حضرت همایونی شاهنشاه و اولیا حضرت ملکه ثریا. پیام تبریک پرزیدنت آیزنهاور و آقای چرچیل به دستمون رسید بابت تصویب کنسرسیوم. جواب بدین
این تشکر کوچکی بود در برابر حمایتی که از من در قیام ملی سال 32 داشتین. فاطمی رو دستگیر کردیم. آوردن شهربانی. چما مخفی بود از مرداد تا حالا. ریش بلند کرده تا دم نافش. بگو میخوام ببینمش. یه دقیقه صبر کن. جناب آقای دکتر حسین فاطمی رئیس جمهور آینده ایران. ترسیدی؟ ببرینش. چه وضعیه؟ خونریزی شدیدی کرده. من این حرف حالیم نیست. زنده میخوامش. مردم به پادشاهشون علاقه مندن. نتونستن تحمل کنن تا روز محاکمش. به هر حال ما هم نباید جلوی احساسات مردم رو در قبال شاهنشاه بگیریم. تیمسار، اینو به مطبوعات بگو، نه به من. مسلماً من دارو دسته شعبونو خبر نکردم.
اگه اینجا طوریش بشه میگن تو بیمارستان کلکشو کندن. ما شبون باید جلوی شهربانی کارو تموم میکرد. برحال ما موظفیم هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم که از این خراب شده زنده بره بیرون. اون باید محاکمه بشه. زنده بره بیرون؟ حالا شد تیمور خان، حالا شد. هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدین که نمیره. من اونو سالم و سلامت میخوامش. تا روز دادگاه باید زنده بمونه. بچه که آقا نداره، داییشم که خله. دایی محمودشم که نسخه آدم ها رو میپیچه. فقط میمونه آقا بزرگش که واسه هفت پشتش بسته، چون یه مرده، یه مرده. خانم دکتر، بچه حالش چطوره؟ شما پدر بچه هستین؟ اگه خدا بخواد داییشم. تبریک میگم، بچه سالم دنیا اومد، دختره. سلامتی. خدا رو شوش. محمود خان دایی شدی، دایی شدی. خدا رو شکر، خدا رو شکر. عزیز دلم. اسمشو چی بذاریم آقا جون؟ والا هرچی که خودت دوست داری آقا جون. لیلا، لیلا چطوره؟ لیلا، لیلا خانم قشنگه نه؟ لیلا خیلی اسم قشنگه. مبارک بشه. بالاخره ما دایی شدیم. بعد اون همه ناراحتی که پدر بچه برای نوری ایجاد کرد، لیلا کوچولو به دنیا اومد و حالا هوای خونه رو حسابی عوض کرد. امیدوارم امسال با ورود این نورسیده سال خوبی برای همه ما رقم بخوره. سال گذشته پر از حوادث مخصوصا برای ایران عزیزم بود. ماجرای کنسرسیوم و دستگیری دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه معزول دولت دکتر مصدق. از قرارداد ناجوان مردانه کنسرسیوم بگم. بعد کودتای 28 مرداد یا به قول فردوست قیام ملی، با تلاش نخست وزیر جدید فضل الله زاهدی،
روابط با دولت انگلیس که در زمان دولت مصدق قطع شده بود از سر گرفته شد. آغاز این ارتباط شوم مذاکرات نفتی پلیدی رو طی یک قراردادی به نام کنسرسیوم به سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی دکتر علی امینی به ارمغان میاره. اگرچه ظاهراً ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت، ولی متأسفانه دولت ایران تضمین کرد تا 25 سال نفت تولیدی رو به شرکت‌های عضو کنسرسیوم مثل آمریکا، انگلستان، هلند و فرانسه بفروشه. برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران، باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت رو به شرکت‌های خارجی سپرد. و ایران مظلوم به دریافت حق الامتیاز بر اساس اصل کلی 50-50 اکتفا کرد. در میان این واقعه شوم، دکتر فاطمی جلوی ساختمان شهربانی توسط عوامل ناشناخته مورد ضرب و جرح قرار میگیره. هنوز کسی متوجه نشده چرا فاطمی رو زدن، ولی میشه حد زد که از کجا زاروین دستور گرفتن. تا چه پیش آید زین پس؟ محمود وزیری، تهران، منیریه، 1333. رسمیست. خودتون رو معرفی کنید. حسین فاطمی، فرزند سید علی، سن 37 سال، مذهب شیعه اثنی‌عشری، پیشینه کیفری ندارم، شغل سیاست، وزیر امور خارجه. وزیر خارجه اسبق. نه خیر آقا، هنوز هم دکتر مصدق نخست وزیر قانونی این کشوره. تیمسار زاهدی غیر قانونی دولت منحوسش رو تشکیل داده، این دادگاه هم غیر قانونیه. من هنوز وزیر امور خارجه ایران هم. به هر حال طبق ماده 194 و 195 قانون دادرسی به شما تذکر داده میشه که ضمن جریان دادرسی مواظب صحبت‌های خودتون باشید و در مورد صلاحیت دادگاه اظهار نظر نفرمایید. آقای رئیس، در مورد صلاحیت دادگاه عرض کردند، اما من نمیفهمم این چه صلاحیتیه که یک غیر نظامی رو با این وضع بیماری و روی تخت بیمارستان به دادگاه میارن. حضور شما در دادگاه طبق گواهی اتباس. الان دارن دکتر فاطمی رو محاکمه میکنن. اونطوری نتونستن بکشنش، اینطوری میخوان فاتحهشو بخونن. دکتر فاطمی یکی از بهترین یاران من بود.
اونا در واقع دارن منو میکشن، نه دکتر فاطمی رو. آقای فاطمی، شما متهم هستید به اخلال علیه امنیت ملی و توهین به شخص شخیص اعلی حضرت همایونی شاهنشاه، و در جریان قیام ملی 28 مرداد همدست دکتر محمد مصدق بودید برای انجام یک کودتای شوم علیه دستگاه سلطنت جدیده. لطفاً دفاعیات خودتون رو بیان کنید. اولاً قیام ملی نه، کودتای 28 مرداد، یک کودتای انگلیسی آمریکایی. دوماً ما نمیخواستیم کودتا بشه، ما میخواستیم یک ملت رو از یک دستگاه فاسد و وابسته و خودفروخته رهایی بدیم. دیدید که در روز قیام ملی 28 مرداد همین ملت جلوی شما رو گرفتن جهت دفاع از کیان سلطنت جدیده؟ بله، اگه منظورتون از مردم و ملت همونهایی هستن که عجیر کردین تا جلوی شهربانی به من و خواهرم حمله کنند و با ضربات چاقو به جونمون سوء قصد کنند، درست میفرمایی. اما آقای رئیس، مردم ما اراذل نیستند، قدار به دست و چماق به دست هم نیستند. اون مردم شریف همون بعد از ظهر 27 مرداد به فرمان خود دکتر مصدق به خونه هاشون برگشتند و متاسفانه میدان افتاد به دست امثال شعبان جعفری ها که عجیل شده یه همین دستگاه فاسد هستند. اون مردم شریف قیام 30 تیر را آفریدند، مردمی که با قیامشون شاه را از کشور بیرون کردند تا جایی که در روز 28 مرداد سلطنت رسماً رو به زوال میرفت. یقیناً مردم ما اراذل نیستند، قطعاً با دلارهای آمریکایی نمیشه خریدشون. آقای فاطمی، شما خیلی جسورانه صحبت میکنید، از عواقب رفتارتون نمیترسین؟ من از مرگ باهی ندارم، مرگ حقه، به سراغ همه میاد، حتی شما آقای رئیس. آقای رئیس، اجازه میخوام. بفرمایید. با توجه به ماده 192 آیین دادرسی و کیفری ارتش، علنی بودن دادگاه برخلاف مصالح مملکته، لذا از ریاست محترم دادگاه درخواست میشود متهم نام برده در دادگاه غیر علنی و سری محاکمه شود. این ایراد وارده، ارباب جرایت دادگاه رو ترک کنند. اعلیحضرت، از فرودگاه گرگان اطلاع دادن که والا حضرت علیرضا خیلی وقت راه افتادن، اما فرودگاه مهرآباد ورودشون رو تایید نکرد. حالا باید چه کار کنم؟ برم دنبال علیرضا بگردم؟ سلامتی مثل این که تولد برادرشه ها. قرار خودشو برسونه.
علا حضرت، متاسفانه خبر بدی دارم. هواپیمای والا حضرت علیرضا دیروز سقوط کرده و جسدشون رو امروز پیدا کردن. روزی که پرواز میکرده هوا ابری بوده، نه؟ ظاهرن بله شاهنشاه. این حادثه را از طریق روزنامه و رادیو اعلام کنید. روی ابری بودن هوا تاکید کنید. من خودم به مادرم اطلاع میدم. شما به فکر انتخابات مجلس باشید. نماینده رو تعیین کردم. لیستش رو اعلام میکنم. تو بمون. از علیرضا خبری نیست. معلوم نیست این بچه کجا رفته. برو مادر، برو، برو زودتر با محمد رضا صحبت کن. برو بگو پیداش کنه، ببینه کجاست. داشتم میومدم پیشت. از علیرضا خبری نشد؟ ما همه نگران شدیم. الان خبر رسید که هواپیماش سقوط کرده. سقوط کرده؟ گویا هوا ابری بوده. خودت به مامانتاش بگو. من نمیتونم. چی شد؟ داشتم میومدم پیش شما. از دست دادن برادر غم بزرگیه. آره، مرگ برادر غم بزرگیه، ولی محمد رضا اصلا از مرگ برادرش غمگین نیست. شاید ناراحت نشده که علی رضا مرده. من همیشه گفتم، بازم میگم، علی رضا بیشتر از محمد رضا استحقاق شاهی رو داشت. چرا اونجا وایستادی؟ مگه نمیخواستی بیای پیش ما؟ خبر عجاب، خبر عجاب، سقوط طیاره بالا حضرت شاپور علیرضا. خبر عجاب، خبر عجاب، سقوط طیاره بالا حضرت شاپور علیرضا. خبر عجاب، سقوط طیاره شاپور علیرضا. آقا روزنامه بدم خدمت. ببینم دست در نکنه. خبره تو، خبره تو، آخرین خبر، خبره تو، خبره تو. خوشحالی؟ از گریهش خندم میگیره. اون چرا گریه میکنه؟ خبر نداری مگه؟ نگاه کن روزنامه دست تو چیکار میکنه؟ مخدومی کجاست؟ مخدومی تو سلمونیه. سلمونی، مخدومی، مخدومی، سلمونی. بیا بریم برات بگم جریان از چه قراره. بیا حالا اینقدر غصه نخور تو هم دیگه. ببینه که حاصله ندارم، هی سر به سرم میذاری. برید خواهیتون رو گم کنید. نمیخوام ببینم اتون، نمیخوام.
بفرمو، اینم مخدومی. بهتون سلام. 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 حفظ سکه. تیاره والا حضرت شاپور علیرضا پهلوی در ارتباط شمالی لار نزدیک به قریه یوش سقوط نموده. پیکر ایشان به مسجد سپهسالار انتقال داده خواهد شد. مراسم رسمی تشییع جنازه ساعت 9 صبح فردا چهارشنبه 12 آبان ماه از مسجد سپهسالار به محل آرامگاه اعلی حضرت فقید رضا شاه پهلوی انجام خواهد گرفت. رضا، خانوادت فکر میکنن که علیرضا رو دیگه نمیخوام در مورد علیرضا چیزی بشنوم. اعلی حضرت، اومدی عیادی؟ اصلا حالم خوب نیست. اصلا نگران نباشید، دوای شما تو دستای منه. دربار ملتهبه. هیچی نگید اعلی حضرت، میدونم، من همه چیز رو مو به مو میدونم. شما مسئولیت های سنگینی به عهده دارین، هر اتفاقی که بیفته مسئولیتش به عهده شما خواهد بود، خواهی نخواهی. این مهم هم جدای از مسائل دیگه نیست که میگن علیرضا رو من کشتم. نه شاهنشاه من، این حرف رو دیگه نزنین. البته که کار شما نبوده، حتی دیوارهای کاخ نباید دوباره این جمله رو از زبان مبارک شما بشنوند. آرام باشین، این اتفاق تبش دیر یا زود از بین میره. شما باید در این مدت با آرامش سوی زنها رو مدیریت کنین. شما مرد مقتدری هستین، خون سرد باشید شاهنشاه من. دکتر جانم، تو همیشه باعث آرامش من بودی. زیاد بیا پیش من. من همیشه مفتخرم به نوکری دودمان جلیله پهلوی. با اجازه. فاطمی، اگه وصیتی داری بگو. دادگاه تو رو به اعدام محکوم کرده. وصیتی نداری؟ چرا؟ 3 خواسته دارم: دیدن خانواده‌ام، ملاقات با دکتر مصدق و صحبتی با افسران در زندان. با هر 3 فقره مخالفت میشه. تو هنوز دستبردار نیستی فاطمی؟
اعلی حضرت، باز آیت الله کاشانی پیغام فرستاده، اصرار داره در حکم فاطمی تخفیف ایجاد بشه. قربان، هیچ تخفیفی در کار نیست. تا امروز کاشانی برای خیلی ها پادرمیونی کرده، ولی این یک نفر رو نه، نمیپذیرم. فاطمی مغز متفکر مصدق بود، باید اعدام بشه. پیغام اعلی حضرت رو به آیت الله ابلاغ کنیم. قربان، حکم اعدام فاطمی باید هرچه سریع‌تر اجرا بشه. آقای اعلی. اعلی حضرت، به سید کاشانی اطلاع بدید بعد از اجرای حکم پیغام ایشون به من رسیده. بگو تمومش کنم. دلم میخواد صبح فردا وقتی از خواب بیدار میشم فاطمی روی زمین نباشه. بله اعلی حضرت. مریض رو نمیشه اعدام کرد. قانون منم تیمسار، از نظر من سالمه. خیلی تب داره، برامون داره بازی در میاره. من براش حکم سلامت صادر میکنم. با مسئولیت من اعدامش کنید.
بشه.